سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه امروز ما هستید. سلامتی و سرفرازی برای همه شما آرزو می‌کنم. بحث و بررسی برنامه 360 درجه امروز رو به بحث‌هایی که در اطراف این دولت توسط مهره‌ها و رسانه‌های هر دو بان مطرح شده اختصاص دادیم. در حال حاضر شاهد این هستیم که دولت جدید حسن روحانی هنوز از آب و گل جنگ قدرت و تقسیم کرسی و سهم‌خواهی در نیومده با چالش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بزرگی مواجهه. تا اونجا که به خود روحانی و باندش برمیگرده، این بار هم مثل دور قبل وعده حل بحران‌ها رو میدن. در سطح منطقه و بین‌المللی ادعا می‌کنن که حل بحران‌ها با کلید برجام امکان پذیره. یعنی عقب نشینی و به قول خامنه‌ای تنزل بی پایان. و در سطح داخلی هم با آمارسازی و مشروط کردن بحران‌های داخلی به شرایط بین‌المللی و حل بحران‌های بین‌المللی وعده حل این بحران‌ها رو میدن. اما این چالش‌ها چه چیزایی هستن و چه چشم‌اندازی برای حل اونها هست؟ خوب اول گزارش کوتاهی رو در این زمینه ببینیم. علی خرم، مشاور ظریف، 25 مرداد. خرم در خصوص چالش‌های پیش روی دولت گفت: چالش اول مسئله حفظ توافق هسته‌ای است. موضوع دوم این که دولت 12 باید بتواند با وجود ترامپ در کاخ سفید روابط بین‌المللی خود را حفظ و گسترش دهد تا بتواند از این روابط در شرایط مختلف استفاده کند. چالش سوم دولت 12 حفظ دستاوردهای منطقه‌ای است. دولت باید مراقب باشد که در شرایط فعلی که میان آمریکا و روسیه وجود دارد، ایران قربانی توافق‌های آنها نشود. چالش چهارم این است که دولت باید تلاش کند به نحوی رفتار و شرایط را مدیریت کند که صنعت و توان موشکی ما در جهان ایجاد سوء تفاهم نکند و این صنعت دفاعی ما به عنوان تهدیدی برای کشورهای دیگر محسوب نشود. اقتصاد ایران چالش پنجم دولت 12 است. دولت اگر نتواند اقتصاد کشور را احیا کند، به نوعی برجام را بی‌ارزش کرده است. چالش ششم دولت مسئله روابط منطقه است. ما نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که در منطقه دشمنی داشته باشیم. حسین کنعانی مقدم از باند خامنه‌ای، 25 مرداد. مهمترین و بزرگترین چالش دولت 12 عمل به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و توجه به مطالبات عمومی است. اگر نتواند این وعده‌ها را عملی کند و در کنار این موضوع مطالبات مردم را نادیده بگیرند، نه تنها به دولت بلکه به نظام آسیب وارد می‌کنند. زیرا در چنین مواردی جامعه دچار بدبینی و کاهش اعتماد می‌شود که این صرفاً مختص دولت هم نخواهد بود. چالش بعدی دولت مسئله احزاب و تشکل‌های سیاسی است. زیرا این انتظار از دولت وجود دارد که فراجناحی عمل کنند و هر دو جریان سیاسی کشور را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد. سایت حکومتی فرارو، 25 مرداد. علی دینی ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی. مهمترین مشکلی که دولت 12 در حوزه اقتصاد با آن مواجه است، مسئله ساختار اشتباه و تو در توی نهادی و تعداد زیاد مراکز قدرت است که می توانند تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. از سوی دیگر این نهادها بخش قابل توجهی از بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهند که هیچ لزومی ندارد و سودی هم برای دولت به همراه ندارد. پاسدار محسن رفیق دوست، سرکرده پیشین سپاه، 25 مرداد. توقع از برجام و حل شدن مشکلات کشور اشتباه بود. کسانی که تاکید می‌کردند که با برجام می‌توانند انرژی هسته‌ای را ارتقا بدهند، سخت در اشتباه بودند. خبرگزاری حکومتی آریا، 24 مرداد. مهدی مطهرنیا، کارشناس سیاسی باند خامنه‌ای. روحانی در چینش کابینه اکنون تحت فشار قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی قرار داشته است. فشارهای بیرونی در حیطه بین‌المللی و منطقه‌ای بر ایران رو به افزایش است و بحران‌های درونی تو در تو و لایه‌های گوناگونی از ستون مختلف حیات ایرانیان در حال ظهور است. همچنین فشارهای درونی و هجمه‌های بیرونی برای ایجاد فشار بر کلیت نظام نهادهای دولتی و فرادولتی به گونه‌ای پیش می‌رود که رؤسای جمهور در تنظیم کابینه همواره نمی‌توانند ایده‌آل‌ها و افراد متناسب با آرمان‌های خود را انتخاب کنند. حسن روحانی نیز در چنین وضعیتی قرار دارد. خبرگزاری حکومتی آنا، 24 مرداد.
متقی کارشناس اقتصادی باند خاملی. برجام تنها نتیجه‌ای که داشته این است که قابلیت‌های ما را از بین برده و در ازای آن زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی بعد از پایان گرفتن تحریم‌ها به وجود نیاورده است. در برجام هیچ گونه تضمینی برای قدرت ما، امنیت ما و مطالبات ما، یعنی پایان دادن به تحریم‌ها وجود ندارد، در حالی که ایران همه قابلیت‌های هسته‌ای خود را به نوعی واگذار کرده است. برجام نشان داد که روند سیاست خارجی ایران به جای اینکه مبتنی بر مصالحه باشد، مبتنی بر سازش است. هر کشوری که در روند سازش قرار بگیرد، جایگاه آن کشور در آن موقعیت کاهش پیدا می‌کند. خب همونطور که در این گزارش هم دیدیم، رسانه‌های حکومتی هر دو باند بحث‌های زیادی درباره چالش‌ها و بحران‌های پیشروی دولت روحانی مطرح کردند. در حالی که روحانی تازه کابینش رو به مجلس معرفی کرده و هنوز به هیچ کدوم از وزیران پیشنهادی هم رأی اعتماد داده نشده. این موضوع گفتگوی امروز ما هست با علیرضا معدنچی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و متشکرم از شرکتتون در گفتگو. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. من هم به شما و همینطور به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. بله. سوال اولم این هستش که در شرایط فعلی که به اصطلاح روحانی وزراشو معرفی کرده، باید فکر و ذکر سران رژیم روی این باشه که کدوم وزیر رأی میاره، کدوم رأی نمیاره و تو این بازی به اصطلاح ذهنشون کوک باشه. اما ما شاهد هستیم که بیشتر حول این الان متمرکز هستن که چه چالش‌هایی پیش روی دولت روحانی و روحانی است. چرا این فضا هست؟ خب یک جوابی که به اصطلاح یک جواب دم دستی که میشه به این داد اینه که خب تکلیف این کابینه‌ای که روحانی معرفی کرده تا حدود زیادی معلومه و روشنه، چون که با توجه به ترکیب کابینه و ترکیب مجلس و رئیس مجلس که همسو هست با روحانی، پیش بینی میشه که اعضای این کابینه که روحانی معرفی کرده رای بیارند. پزشکیان که نایب رئیس مجلس هست پیش بینی کرده بود که 80 تا 90 درصد اینایی که معرفی شده رای میارند. به خصوص که این ترکیبی که انتخاب شده به گفته خود روحانی در مشورت با خامنه ای بوده، بنابراین اون باندم قاطعا نبایستی مساهمتی چیزی ایجاد بکنن و اونها هم بایستی رای بدن. بله. اما خب همینطور که عرض کردم این یک جواب سطحیه به این ماجرا، به این مسئله. جواب عمیق‌تر اینه که خب اصلا این بحران‌ها و چالش‌هایی که رژیم باش مواجه هست عطف به این فرد و اون فرد و اینکه حالا این وزیر بشه یا وزیر نشه به اینها ربطی نداره، چون که این چالش‌هایی که اینا خودشون ازش اسم می‌برن بسیار عمیقه و خودشون گفته بودن اصلا چندان فرقی نمی‌کنه که کی وزیر باشه. مثلا همین پزشکیان اظهار نظر کرده بود که من اگر به جای روحانی بودم اصلا دست به ترکیب کابینه نمی‌زدم، همون کابینه قبلی رو می‌آوردم، چون که تأثیری اصلا این آدم‌ها در این چیز ندارن. همین حرف رو مشابه این رو زیبا کلام هم گفته بود. مسئله اینه که این چالش‌ها و این بحران‌ها مثلا ناشی از ساختار معیوب رژیم هستند و آنچنان ریشه دار عمیقن که خب اصلا فرقی نمی‌کنه که کی وزیر باشه. ولی اینکه وقتی هر دو باند این مسئله چالش ها رو مطرح میکنن، هر کدوم با قصدی مطرح میکنن دیگه. مثلا باند روحانی که چالش ها و بحران ها رو مطرح میکنه، در واقع میخواد که یک جوری مردم رو، جامعه رو و چیز رو آماده بکنه که انتظاری نداشته باشن و این چالش ها خیلی عمیقه و خیلی چیز این دولت هم از پسش بر نمیاد. این رو مثلا همین رسانه‌های باند روحانی خیلی صریح میگن و به قول خودشون میخوان از اون ایدئالیسم و فضای رویایی قبل از انتخابات منتقل بشن به ایدئالیسم مثلا بعد از رئالیسم بعد از انتخابات. اما باند خامنه که این رو مطرح میکنن انگشت میذارن بر شکست برجام، به خصوص که روحانی همه سیاست‌های خودش رو روی این بنا کرده بود و الان با شکست برجام دیگه هیچ امیدی به این که مثلا مسائل اقتصادی حل بشه و اینها وجود نداره. اما مسئله اینه که حتی همین باند خامنه‌ای هم که رو چالش ها دست می‌ذارن اینا، اینها هم هیچ راه حلی ارائه نمیدن جز یک مش حرفای کلی و اینا. حتی اینها الان دیگه به اقتصاد مقاومتی هم که قبلا اشاره می‌کردن حتی به اونم اشاره نمی‌کنن و
قصدشون از مطرح کردن این چالش ها انگشت گذاشتن بر ناکارآمدی دولت روحانی هست که طی 4 سالی که سر کار بوده هیچ آبی ازش گرم نشده و این چالش ها و بحران ها به قوت خودش باقی هستش. این اون جنبه به اصطلاح جنگ باندیه که اینا چالش ها رو مطرح میکنن هستش. حالا که شما میگید که انگشت میزنن روی ناکارآمدی دولت روحانی و به خاطر جنگ باندی هستش، آیا این چالش ها که الان وجود داره اصلا خودش فطرتا واقعیه یا نه فقط ناشی از ایجاد یک فضایی که تو جنگ باندی به وجود میاد؟ خب این جنگ باندی که همیشه هستش، هر کدوم از باندا به همون ترتیبی که عرض کردم بخشی از این چالش ها رو پررنگتر میکنن، بخشی رو کم رنگتر میکنن برای اینکه اثر خودشون رد بکنن و به گردن باند دیگه بندازن. اما نه خیر، چالش ها واقعیه. مثلا یکی از همین کارشناسان سیاسی رژیم به نام علی خرم که مشاور وزیر خارجه هم هست، این مثلا 6 تا چالش مطرح کرده که مثلا میگه که چالش اول حفظ برجامه، بالا با کلمات و تعابیر خودش طبعا دیگه، به خاطر اینکه اصلا این برجام به اصطلاح محور و میخ همه به اصطلاح سیاست های دولت روحانی هست و این رو باید نگهش دارن تا بقیه مسائل بتونن روش اصلا حرف بزنن. چالش دوم میگه که حفظ و گسترش روابط بین المللی با توجه به اینکه ترامپ الان در کاخ سفید هست. این هم معنیش یعنی اینکه حفظ رابطه با اروپا و بسط و گسترش این که بتونن در مقابل آمریکا مثلا به اروپا تکیه بکنن. چالش سوم رو میگه حفظ دستاوردهای منطقه‌ای، چون که الان بیم این هست که آمریکا و روسیه با هم دیگه بسازند و خلاصه سر ما بیکلاه بمونه. اینم به زبان معکوس در واقع از این حفظ دستاورد منطقه‌ای منظورش عقب نشینی از سوریه هستش به طریق به اصطلاح آبرومندانه، چون که نمیتونه دیگه اونجا رژیم باشه. منظورش اینه که تا قبل از اینکه ما رو از اونجا بیرون بکنن، بیرون بندازن، خودمون یه فکری براش بکنیم. چالش بعدی رو میگه که به نحوی رفتار بکنن و مدیریت به نحوی رفتار و شرایط مدیریت بکنن که صنعت و توان موشکی ما در جهان ایجاد سوء تفاهم نکند و این صنعت دفاعی ما به عنوان تهدیدی برای کشورهای دیگه محسوب نشه. اینم در واقع باز به زبان معکوس یعنی اینکه مسئله موشکی رو هم یه جوری حلش بکنیم، یعنی کوتاه بیایم، یعنی جام زهر موشکی رو هم بخوریم. یا مثلا در مورد بحران اقتصادی میگه که دولت اگر نتواند اقتصاد کشور را احیا کند به نوعی برجام را بی‌ارزش کرده است. میگه تمام چیز خاصیت برجام این بود که ما مسئله اقتصادی رو حل بکنیم. بله. این رو باید از پیش پا برداریم. و بعد به عنوان چالش ششم هم میگه که حل مسائل فیما بین با عربستان و ترکیه، اونتا باز با زبان خودش طبعا اینو میگه. خب اگر نگاه بکنیم تمام این 6 تا چالشی که این مطرح میکنه همش واقعیه، همش درسته و جدی هم هست، منتها اینا اون چالش های اصلی که موجودیت رژیم رو تهدید میکنه خود اینا نیست و به اون چالش های واقعی و ریشه ای و عمیق تر اشاره نکرده. چی هست اون چالش های عمیق تر که میگه؟ ببینید مثلا یکی از همین کارشناسان رژیم توی همین گزارش شما هم که پخش میشد بودش، این با نام کنعانی مقدم، این گفته بود که مثلا به یکی از همین چالش های ریشه ای اشاره کرده بود و گفته بود که مهمترین و بزرگترین چالش دولت دوازدهم عمل به وعده های انتخاباتی هستش، به خاطر اینکه آقای روحانی و توجه به مطالبات عمومی، و گفته بود اگر موضوع مطالبات مردم رو نادیده بگیرن نه تنها به دولت بلکه به نظام آسیب وارد میشه. یعنی ابعاد این بحران ها چنان، این کنعانی مقدم خودش از باند خامنه ای ها، ولی میگه که این چشم ندوزیم به اینکه این مطالبات مثلا دولت روحانی رو زمین بزنه. اگر دولت روحانی در برخورد با این چالش یعنی بحران اجتماعی آسیب ببینه، کل نظام هست که آسیب میبینه و زیر علامت سوال میره. این خب به یکی از همین در واقع به بحران ریشه‌ای تر و عمیق‌تر به این ترتیب اشاره میکنه. اما همین هم باز چالش اصلی و چالش ریشه‌ای نیستش، چون که این مطالبات اجتماعی هم مبتنی بر یک چیزی و به اتکای یک چیز پایه‌ای‌تر هستش که برای رژیم تهدید کننده میشه، اون هم وجود مقاومت سازمان یافته و آلترناتیوه. این همون آلترناتیویه که تک تک اون چالش‌هایی رو که این علی خرم اشاره کرد اینها رو به صورت تهدید کننده امروزی مطرح کرده، از بحران اتمی که اصلا افشا کرده این مقاومت بحران اتمی رو، تا مسئله موشکی، تا مسئله صدور تروریسم رژیم که این رو افشا کرد و گفتش که رئیس جمهور برگزاری مقاومت در سال 82 اعلام کردن که این 100 بار خطرناکتر از اتمیه، و از اونجایی که دست رژیم الان در ضربه زدن به این عامل اصلیه
که همه بحران ها رو سمت و سو میده و سمت و سوی سرنگونی میده بسته است، این به صورت یک تهدید بسیار جدی برای رژیم ظاهر شده و رژیم برای این هیچ راه حلی نداره. همین عامل هست که این بحران های چندگانه رو که الان به بعضیش اینجا اشاره کردیم اینها رو به صورت تهدید جدی مطرح کرده و هیچ کدوم از دو باند هم براش راه حلی ندارن و صراحتاً به این اعتراف میکنن. بله، خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امروزمون شرکت کردین. باید در فضای پسا تحریم ببینیم جهان رو و بر آن برنامه ریزی کنیم. نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم. استفاده از فضای بعد از برجام برای فعالیت های اقتصادی در ایران، فعالیت های علمی در ایران و رابطه بیشتر با جهان، و از این فضا ما باید استفاده بکنیم. ایران مرکز عظیمی است که میتونه در منطقه یک توسعه بزرگ رو نوید بده. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنن این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنن، سهل اندیشی میکنن. ساده لوحی نباید بکنیم، باید در این فضای نو کاری کنیم، از تجربه دنیا استفاده کنیم. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو. با همه توان مقابله خواهیم کرد، نخواهیم اجازه داد. برجام همچنان موزل و دغدغه جدی روی میز رژیمه و توسط مهرها و رسانه‌های هر دو باند رژیم هم مطرح میشه، به خصوص این نگرانی که اگر آمریکا از برجام خارج بشه چی میشه و تکلیف چیه. گزیده‌ای از خبرهای مربوط به این جریان. هراس رژیم از خروج آمریکا از برجام. تلویزیون رژیم 25 مرداد. نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر ایران را به نقض برجام متهم کرد. نیکی هیلی مدعی شد ایران با آزمایش‌های موشکی حمایت از تروریسم در حال نقض برجام است. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق تاریخ آمریکا برشمرد و گفت نمیتوان به ایران اجازه داد از توافق هسته‌ای برای گروگان گرفتن جهان استفاده کند. نیکی هیلی مدعی شد تحریم‌های کشورش علیه ایران بی ارتباط با برجام است. خبرگزاری حکومتی ایلنا 25 مرداد. روحانی در دیدار سفیر جدید اتریش در تهران. برجام توافق برد بردی بود که از یک طرف نگرانی های غیر واقعی برخی کشورهای غربی را برطرف کرد. اجرای کامل توافق برجام به نفع اتحادیه اروپا و منطقه است، لذا ضرورت دارد اتحادیه اروپا تلاش ها و نقش آفرینی خود را در این زمینه افزایش دهد. قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رژیم 25 مرداد. اثبات پایبندی ایران به برجام کار سختی نیست. توصیه ما به طرف آمریکایی این است که در مورد نقش بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه واقع‌بین باشد. اقدامات و رویکردی که دولت جدید آمریکا طی ماه‌های گذشته در پیش گرفته است، برخلاف صراحت متن برجام مبنی بر اجرای آن با حسن نیت و خودداری، از اقداماتی است که مانع اجرای موفقیت‌آمیز این توافق بین‌المللی و چند جانبه می‌شود. علی خرم، دیپلمات سابق رژیم 24 مرداد. در اینکه آقای ظریف میبایست همه هم و غم خود را بر روی این میگذاشت که موضوع هسته‌ای به پایان برسد تردیدی نیست، زیرا این معبر اصلی بود. الان ظریف آن مشکل را ندارد، یعنی ظریف باید توافق هسته‌ای را حفظ کند، یعنی مذاکرات را باید به نتیجه میرساند و تمام میکرد به گونه ای که پلهای پشت سر آن چنان مستحکم باشد که نفر بعدی نتواند آن را برهم بزند. فرجی راد، سفیر سابق رژیم. آمریکا به دنبال راهی است تا خروج از برجام را قانونی جلوه دهد. به نظر نمی‌رسد تهدید به خروج از برجام حرفی توخالی از سوی ترامپ باشد. امکان خروج آمریکا از برجام وجود دارد و البته احتمال تأخیر 3 ماهه نیز در این باره را باید در نظر گرفت، زیرا آمریکایی‌ها به احتمال زیاد منتظر برخی اتفاقات در این مدت خواهند ماند.
اما در صورت محقق شدن خواست دولت مردان آمریکا به طور طبیعی دیگر کشورهای پنج به علاوه یک با آن موافقت نخواهند کرد و برای مدتی دست به مقاومت می‌زنند که میزان این مسئله هم به فشارهای آمریکا بسیار وابسته است. این تحریم ها رو میگن مادر تحریم ها یا تحریم های نسل دو. دلیل اول نسلش که برجام رو از درون تهی میکنه. به تردید این تحریم ها نقض برجام هست و دولت جمهوری اسلامی ایران حتما پاسخ مناسب رو خواهد داد. تمام امکاناتی که ایران از برجام منفعت می‌برد همه رو از بین می‌برد. فقط در حد سفر دیپلمات‌های ما دورهمی‌های دیپلماتیک باقی می‌مونه. حالا مثلا این دو تا نخود از جای بگیریم بیاریم اینا. می‌تونه اجرای موفق برجام رو تحت تاثیر قرار بده و می‌تونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران رو از برجام کاهش بده. پس تمام منافعی که ما از برجام داریم رو کاملا از بین می‌بره. تمام منافعی که اونا از برجام دارن با قدرت هست. تحریم های مفصلی رو علیه ایران وضع میکنن به عنوان این است که ایران عامل بی‌ثبات کننده منطقه شده است. بله الان ما مشغول پرتو درمانی و تشکیل بیمارستان های چیز هستیم، هستهی هستیم، این ها خیلی کارهای خوبیه، اما اون توانمندیه نیست. یعنی وقتی ما توی نیروگاه آب سنگین عراقمون او رو توش بتون ریختیم، یه توانمندی مهمی رو از دست دادیم، به خصوص به خاطر آثاری که بر اجرای برجام میگذاره و منافع جمهوری اسلامی ایران از برجام رو کاهش میده و به همین دلیل نقض برجام هست. بسیار فراتر از نقضه، نقض یعنی که یه بند دو بند اصلا کلا برجام رو از خاصیت میندازه. خب در این قسمت از برنامه همراه میشیم با همکارم مسعود پیرنیا و گزارشی که از روزنامه‌های حکومتی امروز برامون داره. سلام می‌کنم به تو مسعود و خواهش می‌کنم که گزارشت رو ارائه بکن. امید سلام به تو و سلام به بینندگان عزیز. بیشتر عنوان‌های روزنامه‌های حکومتی پنجشنبه 26 مرداد تکرار مطالب و خبرهای مربوط به نمایش رأی اعتماد مجلس ارتجاع به وزرای پیشنهادی آخوند روحانی. در روزنامه‌های باند روحانی این تیترها آمیخته به دفاع از روحانی و ظریف و حمله به باند رقیب. آرمان قرویان: روحانی تحت فشار بوده، هست و خواهد بود. آرمان: فشارهای سنگین به علاوه مصلحت روحانی پشت پرده عدم معرفی وزیر زن. آفتابی است: سریال تخریب ظریف. پس از آغاز توهین‌ها برخی نمایندگان نماینده مذکور را از صحن مجلس خارج کردند. اعتماد ظریف: چند صدایی در سیاست خارجی را به صلاح می‌دانم. یک نماینده وزیر خارجه را با الفاظ توهین‌آمیز خطاب کرد. کارون: ظریف دروغگوست یا کسانی که دو دهه پس از پایان جنگ تحمیلی با وعده‌های رنگین به مردم خرمشهر قول آبادانی و رفاه می‌دهند. اما روزنامه‌های حکومتی جلسات مجلس ارتجاع را نمایشی توصیف کردند. جوان: بهارستان دولت، جلوه‌گری موافقان مخالف نما در دور همی نمایندگان و وزیران پیشنهادی در روز دوم پررنگ شد. قانون: مخالف خانی موافق. بروز بحران‌های درونی رژیم از جنگ قدرت تا رو کردن فساد باند رقیب در جریان مذاکرات مجلس مضمون برخی عنوان‌های دیگه روزنامه‌های پنجشنبه است. رسالت احمد توکلی: به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهید. کارون: مخالفت مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. کلید: بیگی در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت. وزارت بهداشت 400 میلیارد در بانک ها سپرده گذاری کرده و سودش را می گیرد. حمله به برجام و سیاست خارجی دولت روحانی مضمون تیترهای اول روزنامه‌های باند خامنه ای. کیهان: تناقض‌گویی وزارت امور خارجه. دیروز امضای کری تضمین است. امروز برجام نشانه بی‌اعتمادی جدی ما به آمریکاست. جوان: نادیده گرفتن اعتراض‌های دولتی‌ها به نتایج برجام. وطن امروز: اعتراض به آمار ظریف. برخی از بحران‌های درونی رژیم در تیترهای فرعی روزنامه‌ها دیده میشه. کیهان: قبلاً گنجی را گول زدند،
حالا سراغ کروبی رفتند. اعتماد. درخواست پیگیری اعتصاب قضایی کروبی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس صورت گرفت. مردم سالاری. درخواست کواکبیان از رئیس جمهور درباره کروبی. هشدار باندهای حکومتی به همدیگه در مورد بحران‌های اجتماعی مضمون مقالات اساسی روزنامه‌های هر دو باند حاکمه. ابتکار. این سوال در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که تکلیف قانون و شرح وظایف و دستور عمل‌ها در چنین ساختاری چه می‌شود و قوانین و اختیارات قانونی کجای قاموس رفتار مدیریتی و سیاسی مسئولان قرار دارند. در چنین شرایطی با هرج و مرج منتج از این شرایط و البته ناامیدی منجر به عدم رغبت به حفظ آن، جایگاه همین مسئولان در خطر قرار خواهد گرفت. اما کیهان خامنه‌ای. دولت با ایجاد رکود شدید بر اقتصاد و تعطیلی هزاران واحد تولیدی و صنعتی و تجاری کوشید تورم را کاهش دهد. اما بسیاری از کارشناسان حامی دولت پیشتر با زمزمه و اکنون با صدای بلند معتقدند دولت اولویت‌ها را درک نکرد و با انتخاب اشتباه باعث بحران اقتصادی قریب الوقوع شده است. از دیگر سو برجام آن معجزه‌ای که دولت ادعا می‌کرد و می‌کند نکرد و تحریم‌ها یا اصلاً نرفت و یا آنها هم که رفت به بهانه‌های دیگر برگشت. پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور اتفاقات ناخوشایندی در عرصه زندگی مردم رخ بدهد. خب با این می‌رسیم به پایان گزارش خبری امروز خودمون از رسانه‌های حکومتی. با تشکر از تو امید. خیلی متشکرم مسعود از گزارشی که دادی. خداحافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز با تشکر از اینکه بیننده برنامه امروز ما بودید و با این امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه با شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و پیروز باشید.